قرار است 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا 2 روز آینده برگزار شود. در این نشست که روز دوشنبه 29 خرداد برگزار می شود، نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی طالبان یکی از محورهای آن است. هدف از این نشست ادامه بحث انتقادی در مورد وضعیت وخیم حقوق زنان و دختران در افغانستان، به ویژه محرومیت آنان از حقوق تحصیل، کار و ارائه راهکارهای مهم در مسیر آینده عنوان شده است. این نشست در حالی برگزار می شود که بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، گروه طالبان به جای اقدامات برای رفع تبعیض علیه زنان آن را عادی می کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش جدید خود گفته که افسردگی و افکار خودکشی میان دختران نوجوان بازمانده از آموزش، ازدواج‌های اجباری و کودک همسری و فروش و قاچاق کودکان افزایش یافته است. این گزارش تصریح کرده که طالبان بین ماه سپتامبر سال 2021 و می سال 2023 بیش از 50 فرمان علیه زنان صادر کردند. بر اساس این گزارش، در هیچ گوشه جهان حقوق زنان و دختران مانند افغانستان مورد حمله گسترده نظاممند و فراگیر قرار نگرفته است. قرار است این گزارش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ارائه شود. برای بحث بیشتر در این باره آقای دکتر مهدی عارفی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر بوخوم آلمان با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام احترام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامی. با توجه به گزارش‌های اخیر سازمان ملل، اطلاعات شما از وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان در افغانستان چگونه است؟ در مورد وضعیت حقوق بشری شهروندان افغانستان، من به جایی که بیایم و بگویم که مثلا از حق تحصیل که یکی از اصول، یکی از مصادیق حقوق بشری هر انسانی در هر جای جهان است، یا حق کار یا موارد دیگه چیزایی را بگویم، یک نکته اساسی تر را ترجیح میدم که اشاره بکنم و در مورد او صحبت بکنم. ببینید، در افغانستان ما با حاکمیت گروهی مواجه هستیم که رهبران او گروه در لیست تروریست های تحت تعقیب سازمان ملل ثبت شدند. بازیگرهای سیاسی، احزاب، گروه های مختلف از راه‌های سیاسی تلاش میکنن که با خواسته های خودشان دست پیدا بکنند، اهداف و ارزش ها و منافع خودشان را جستجو بکنند، اما گروهای تروریستی از طریق خشونت، از طریق کشتار افراد تلاش میکنند. و دیگه خود همین نکته همه چیز نشان میده دیگه که تحت حاکمیت یک گروه تروریستی در افغانستان شهروندان کشور و از جمله زنان افغانستان چه شرایطی خواهند داشت. خیلی فکر میکنم که توضیح بیشتر لازم نیست گفته شود که تحت حاکمیت یک رژیم تروریست افراد و شهروندان یک کشور چگونه شرایط خواهند داشت. تروریست ها حتی حق حیات و برای افراد و شهروندان در صورت که لازم بدانند قائل نیستند و اقدام به کشتار افراد میکنند. حقوق دیگه بشری خب به کنار. جناب عارفی، با وجود برگزاری نشست‌ها و گزارش‌های متعدد نقض حقوق بشری، چرا قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در مسئله افغانستان خاموشند؟ فکر می‌کنم که خاموش نیستند، ولی جدیتی که انتظار می‌ره از اونا، جدیتی که لازم است داشته باشند رو ندارند. خاموش نیستند، هر از گاهی انتقادات خودشان رو مطرح می‌کنند، اقدامات را در سطح اعلانی پیش میبرند، اما او جدیتی که لازم است داشته باشند از جمله تحریم رهبران طالبان یا نمیدونم کارهای حتی بیشتر از او شدیدتر از او را که
از جمله در یک سطح بسیار بالایش چیزی داریم ما در روابط بین الملل و حقوق بین الملل تحت عنوان مداخله بشر دوستانه. وقتی که حکومت یک کشور حقوق شهروندان خودش را به شدت نقض میکنه و زیر پا میگذاره، در دستور کار نهادهای بین المللی و قدرت‌های بزرگ بین المللی قرار میگیرد. که خب افغانستان اگر قرار باشد که حقوق بین الملل به صورت دقیقش اجرا شود، که هیچ وقت چنین نبوده، شایسته ای هست که مورد مداخله بشر دوستانه قرار بگیرد، نهادهای بین المللی و مهمتر از همه سازمان ملل و قدرت‌های جهانی مداخله بشر دوستانه در افغانستان انجام بدن و مردم افغانستان را از شر حاکمیت گروه تروریستی طالبان نجات بدن. ولی خب همیشه ملاحظات سیاسی بر این اصول و قوانین حقوقی بین المللی چربیده و فعلا چنین مسائل در دستور کار نهادهای بین المللی و قدرت‌های جهانی قرار نگرفته متاسفانه. در صورت ادامه وضعیت جاری و نقض گسترده حقوق بشری، چه سناریویی در افغانستان قابل پیش بینیه؟ وقتی که صحبت از سناریو میشه، خب صحبت از آینده است و دو نکته بسیار مهم باید مد نظر قرار بگیرد. یکی است که روندها و شرایط موجود چه در سطح داخل، چه در سطح منطقه و جهان چی است، و دویی که چه بازیگرانی دخیل هستند و فعال خواهند بود در تحولات و شرایط. خب صحبت زیاد میشه کرد، با توجه به وقت کوتاهی که اعلام شده خیلی نمیتونم وارد بحث زیاد باز بکنم، ترجیح میدم یک نکته را خوبتر راجع بهش صحبت بکنم. او همی است که در شرایط کنونی افغانستان در سطح داخلی او بازیگرانی که سابق بر ای بازیگران سیاسی بودند و در ادبیات عامه به رهبران سیاسی شناخته می شدند، اونا دیگه هم کهولت سن، هم ناتوانیشان، هم عدم اقبال جامعه باعث شده که دیگه در سطح یک بازیگر واقعی، یعنی کسانی که واقعا تاثیرگذار باشند، نتونند که ایفای نقش بکنند. به جای اونا نسل جدید، یعنی تغییر نسل در حال انجام است و این تغییر نسل هم باعث تغییر رهبران خواهد شد و هم عامه و توده جامعه در حال تغییر است. که اینا دیگه تفاوت بسیار شدید دارند و طالبان یک چالش بسیار جدی با این تغییر نسلی که در جامعه در حال رخ دادن است خواهند داشت و این نسل جدید طالبان و نخواهند گذاشت که هر تصمیمی که میگیرند و اعمال بکنند اجرا بکنند و این تغییر نسل، نسل جدیدی که در جامعه شکل گرفته آگاهی بیشتری دارد، از او حالت سنتی تر پدران خودشان متفاوت هستند و طالبان چالش خیلی جدی خواهند داشت. احتمالا طالبان مجبور میشن که بخصوص که فشار جامعه جهانی هم از او سمت دیگر هست، مجبور میشن که تا اندازه زیادی با خواسته های این نسل جدید کنار بیایند. ممنونم از شما دکتر مهدی عارفی از شهر بوخوم آلمان با ما همراه بودند.